گدازه در ترکی در پوسته زمین می جوشد. لحظه که مردم ایسلند برایش آماده شده بودند، به جای تهدید به منظره تماشایی بدل شد. نفس مردم از ترس 3 هفته بند اومده بود. 15 ماهی که فعالیت‌های آتشفشانی در مجمع الجزایر ریکانس شدیداً افزایش پیدا کرده بود. از 3 هفته پیش که فعالیت آتشفشانی بیشتر شده، ایسلند 50,000 زمین لرزه ثبت کرده. نشانه از قریب الوقوع بودن این فوران. ما 7 هفته پیش به منطقه آتشفشانی سر زدیم که حدود 30 کیلومتر با پایتخت ریکیاویک فاصله دارد. فوران به احتمال زیاد پشت اون تیغه اتفاق میافته. این جزیره که محل تقاطع 2 صفحه از پوسته زمین است، به فوران‌های آتشفشانی عادت دارد، اما نه اینجا. این منطقه قرن‌ها خاموش بوده. این بار با فوران سال 2010 خیلی فرق داشت که آسمان اروپا را هفته‌ها با خاکستر سیاه‌پوش کرد. این بار بزرگترین تهدید آلودگی ناشی از گازهای ساطع شده است. ساکنین خواستند که پنجره‌ها را ببندند. مردم از زمین لرزه‌ها خسته شدند. نمی‌ذارند بخوابیم. اضطراب افزایش پیدا کرده و عده میگن اگه قرار فورانی بشه بذار بشه. ایسلندی‌ها اسم این فوران‌های زیبا را فوران‌های توریستی گذاشتند، اما این بار بدون گردشگری برای مشاهده این یکی، خودشان می‌توانند از عجایب سرزمینشان حیرت کنند. جی مکنزی، BBC News.